بیاید شادی کنیم و پای کوبی، بدانیم قدر ایام را به خوبی، که همچون گل سرآید عمر آدم، چه حاصل از خصومت ها هر دم. محبت را مثال گل برافشان، محبت را مثال گل برافشان، چون عیسی با تمام قلب و از جان. بریز بیرون مرام و فکر کهنه، بکن توبه چو خواهی روزها به. بیا چون او فروتن با محبت، ببخشیم دشمنان با عشق و رحمت. بیا چون او فروتن با محبت، ببخش تو دشمنان با عشق و رحمت. آمین. مثال عطر خوشبوی بهاری، مثال عطر خوشبوی بهاری، تا با خود شادی عید و بیاری. هللویا. خدا رو شکر. با درود خدمت بینندگان ارجمند عزیز، از خداوند میخوام که با فیض و رحمتش، همون گونه که ایام جدید رو داره به ما میده، با فصل تازه، بهار تازه رو نیز به هموطنان ما ایرانیان عزیز در سراسر جهان نیز هدیه میکنه. از اون میخوام که با این برنامه باشه و قوت خداوند ما نیز در منازل شما باشه، با شما عزیزان باشه و نیز با ما باشه، تا بتونید به آنچه که نیکوست از کلام خدا هست همدیگر رو نیز بنا کنیم. منتظر تلفن‌های شما عزیزان هستیم برای شنیدن شهادت‌ها، برای شنیدن خبرهای خوش که خداوند در زندگی شما چگونه عمل کرد، و نیز اگر موردی هست و یا دعایی هست، من و نیز همکار عزیزم خواهرم ماهمنی نیز در خدمتتون هستیم. از خداوند میخوام که با فیض شما رو حمایت کنه و ما رو نیز در این وقت جا داره که خوش آمد بگم خدمت خواهر عزیزم ماهمنی عزیز. خوش آمدید، در خدمتتون هستیم. منم میخوام درود بگم به شما خواهران و برادران عزیزم که بیننده برنامه امید زنده، امید جاویدان هستی در این لحظه، و سپاس بگم عیسی مسیح خداوند رو به خاطر این فرصتی که برای من فراهم کرد تا یک بار دیگه در کنار کشیش رسول عزیز مهمان شما عزیزان باشم. خونه هاتون پر از آرامش و شادی خداوند باشه و قلب هاتون پر از عشق خداوند. آمین. و در محبت او بدرخشید. جا داره بدر رسول که خیشم. تشکر کنیم از تمام عزیزانی که در طی هفته با ما در تماس بودن. بله. و بیننده برنامه ما چه از طریق تلویزیون عصر امروز و چه از طریق تلویزیون محبت و یا تلویزیون پارس با ما تماس میگیرید عزیزان، سپاس میگیم، محبت هاتون رو تشکر میکنیم ازتون. و میخوام اسامی آخری که به دستم رسیده، البته اسامی زیاد هستش، اسامی قبل از هفته های قبل پیش ما هست و همینطور براتون دعا میشه، و همینطور تشکر کنم از عزیزانی که روز سه‌شنبه، روز روزه و دعا، شما تماس میگیرید، روزی که کلیسا در دعا هستش و برای شماها می ایسته. این هفته برادر رسول به خاطر سرماخوردگی شدیدی که داشتن صداشون رو چند روز از دست داده بودن، نمیتونستن صحبت کنن و سه شنبه تشریف نداشتن، و خدا رو شکر به خاطر لطفی که به ایشون دارن و الان در کنار ما هستن و صداشون خدا رو شکر خوب شده. این کلام شما استراحت اجباری میریم، خدا رو شکر، خدا رو شکر که همه چیز برای خیریت ماست، برای ما که ایمان داریم همه چیز به خیریت ماست. خدا رو شکر. میخوام یه سپاس دوباره داشته باشم از شما عزیزان. حمیده جان از ایران که برای مشکلات زناشویی زنگ زده بودن، مجگان جان از ایران که برای سلامتی احمد شوهرشون زنگ زده بودن، و محمد جان از ایران دعا برای پیدا کردن شادی و آرامش، که مطمئن هستم که خداوند شادی و آرامش و محبتش رو بیکران به همه میده. و ایوب از اهواز دعا برای اینکه دارن از ایران خارج میشن و میخوان که برکت و محبت خداوند همیشه همراهشون باشه. از ایران جمال جان یا جمالی برای سلامتی دست و پاهاشون و همچنین برای مشکلات زندگیشون تماس گرفتن. بهار جان از ایران برای بیماری MS تماس گرفتن که مطمئن هستم خداوند با خونش یه حیات تازه به اون سلول‌های عصبی شما خواهد داد. آمین. که بتونین تمام زندگی رو با شادی و خوشی و نجات سر کنید. و مشکل جسمانی که دارن که مطمئن هستم
که شفا برای شما هست عزیزان، با ایمان بپذیرید. آمین. شکیبا جان از ایران دعا برای ازدواجشون، فرهاد جان دعا برای کم شدن فشار کاریشون، و جواد برای ایمانشون. خدا رو شکر برای شماها که دعا میخواین که در ایمان رشد کنید. هللویا. خدا رو شکر. سهیلا جان دعا برای بهتر شدن زندگی زناشوییشون که از کرج تماس گرفتن. فریبا جان دعا برای مشکلات مالیشون، برای ازدواج و ایمان پرنیا دخترشون، دعا برای ایمان همه خانواده‌شون و همچنین مهری و مادر فریبا جان که قوی تر بشن در ایمان و رشد کنن. ویدا جان از ایران تماس گرفتن برای سلامتی شنوایی اقدس مادر ویدا جون، دعا برای سلامتی خود ویدا جون و برای مشکلات مالی که دارن. ناهی جان از ایران دعا برای مشکلات زندگیشون، و کامبیز از ایران برای مشکلات مالیشون. علی رضا جان دعا برای شفا از بیماری هموفیلی که الان در بیمارستان هستن، که مطمئن هستیم که خون عیسی مسیح در همه مواقع کار میکنه. ایمان داریم. زهرا جان از ایران دعا برای بیکاری و ازدواج فاطمه جان، و دعا برای بیکاری ابوالفضل، دعا برای نجات رویا و شوهرشون حسین که اعتیاد دارن که آمین از این اسارت آزاد میشن. دعا برای محمود شوهر زهرا جان و برکت مالی. مژگان جان از ایران دعا برای شفا و نجات احمد شوهرشون، و کبرا جان از ایران دعا برای کار محمد شوهرشون و محمد رضا پسرشون، و همینطور برای ترک سیگار، و دعا برای دختر، برای ازدواج دخترشون گلنسا هستش، که مطمئن هستم که خداوند کار میکنه. و میخواستم بگم عزیزان با اجازه شما میخوام یه داستان خیلی کوچولویی رو الان به خاطر تماسی که گرفتین بگم. خیش. که پسری که فلج بودش میشنوه که گروه مینیستر مسیحی اومده برای دعا برای شفا، موقعی که داشته میرفته با عصاهاش کفشارم میگیره به دوتا انگشتش با عصاها در حال رفتن، دوستش میگه تو کفش واسه چی میبری؟ تو که احتیاج به کفش نداری. میگه ولی برگشتن احتیاج به این کفش دارم. آیا شما کفشاتونو با خودتون آوردین؟ آیا همراهتون هست اون کفشا که بعد از اینکه از خدا خواستین کفشاتونو به پا کنین و عصاها رو زمین بذارین؟ خدا رو شکر برای وجود شما که قدم ایمان رو با تلفناتون برداشتین. آمین. سپاس میگم. و چقدر زیبا واقعا همین که شما میخواستین رو بگید، همون موقع ذهن من به یاد شهادتی افتاد که دیروز یکی از دوستان عزیز تماس گرفت و ایشون هم یه مشکلی داشت، مشکل مالی بود، و میگفت از طرف پلیس تماس گرفتم و من باید دیگه نهایتاً تصمیم آخر رو میگرفتم. گفت بعد از اون خیلی ترسیدم و شنیدم شما هم صداتون گرفته، نمیتونید الان دعا کنید، و همینطور مونده بودم چیکار کنم. گفت همون موقع زانو زدم و رفتم در حضور خدا، گفتم خدایا من که صدام نگرفته، صدام حضرت رسول گرفته. و میگه زانو زدم و دعا کردم، و میگه قوتی در وجود من اومد که همین باعث شد که ریلکس بشم و بدونم چه کاری درست هست رو انجام بدم. و میگه با وکیلم تماس گرفتم، وکیلم گفت نه این نامه‌ای که اومده در خونه شما قانونا میاد اما هیچ قدرت اجرایی نداره، پس خودت نگران نکن. و به من بعدش دوباره زنگ زد، گفت تماس گرفتم فقط شهادت بدم و شما رو خوشحال کنم. و حقیقتا خدا رو شکر عزیزان، بدونیم که خداوند تک تک ما رو دوست داره عزیزان. حتی من بارها عرض کردم خوشا به حال کسی که امروز حقیقت مسیح، خداوندی عیسی مسیح بر او آشکار شده. اما اگر شما امروز بیننده هستی که هنوز مسیح رو به عنوان خداوند نمیدونید و هنوز آنچه را که کلام خدا میگه توبه نکردی، به مسیح ایمان نیاوردی، عزیز بدون که مسیح در کنار تو هستش. برادر من، خواهر من، هموطن عزیزم، زانو بزن و از او بخواه، بگو عیسی مسیح، چه پیغمبر چه خداوند، هر آنچه که امروز در دل تو هستش از تو میطلبم، من رو از مشکلاتم، از مصیبتام رهایی بده. و بعد از این هستش که خداوند به توسط روح القدس جواب سوالات تو فرزند خدا رو خواهد داد، تو هموطن عزیزم رو خواهد داد، نسبت به اینکه عیسی مسیح برای تو حقیقتاً چه کسی باید باشه، آیا خداوند و یا پیغمبر. امروز از او بخواه، ردای مسیح رو بگیر، که وقتی ردای مسیح رو بگیری مطمئن باش مثل اون زنی که 12 سال مریض بود، وقتی ردای مسیح رو گرفت حتی مسیح متوجه نشد چه کسی بودش، اما برکت رو از او گرفت. عزیز من،
امروز مسیح برای تو ایستاده، کنار تو ایستاده. ردای او رو بگی، خودت رو محدود نکن به استدلالات و آنچه را که دنیا داره میگه. تموم شده، وقت آخر هست، لحظه آخر است. هیچ رهایی نیست. بدونیم در دستان مسیح که امید جاودانه تمام ملت هاست، همیشه رهایی هستش. از او بطلب، از او بخوا و مطمئن باش که قوت خداوند شما رو دستگیری خواهد کرد و شما رو حمایت خواهد کردش. خب برادر رسول جان، فکر میکنم داریم به سال نو نزدیک میشیم. بله. و در این ایام نوروزی فکر کنم از فکر گذشته. آره، دو هفته دیگه چند روزی بیشتر نمونده. در این ایام نوروزی همونطور که میبینیم تو فرهنگ ما کاملا قابل لمس هستش، موضوع نو شدن و تبدیل شدنه. میبینیم که حتی فصل نیست، نو میشه، انگار زمونه نو میشه. و ما ایرانی ها چقدر دوست داریم این نو شدن رو و این تبدیل شدن رو. بله، گرد و غبار رو از خونه هامون بر می داریم، حتی سعی می کنیم ظواهر زندگیمون رو عوض کنیم و اگه استطاعت داشته باشیم چیزهای نو رو جایگزین چیزهای کهنه بکنیم. حتی ظاهر خودمون رو میایم عوض می کنیم با لباسهای نو. ولی میخواستم، یعنی فکر میکنم که در این ایام خوب من تفکری داشته باشم به خوی رفتار خودم. براب. که چطور میتونم از درون خودم رو به سمت خوبی عوض کنم. براب. شما براب. فکر میکنین که این تغییر چطور میشه بهتر انجام بشه؟ اولا خدا رو شکر برای این فکری که ایرانی های باستان داشتن و اون آمین. رو نیز به ما ایرانی های جدید نیز آمین. پاس دادن و به ما دادن تا ما نیز به نسل آینده بدیم. چرا که همین فکر نو شدن، همین که دوست داریم با فیض خدا چیزهای کهنه بره بیرون، چرا که میدونیم که حیات ما به نو شدن هستش، حیات ما به این هستش که ما داریم تبدیل میشیم. بنابراین میبینیم چقدر خداوند این سر زیبا رو برای هموطنان ما ایرانیان باستان نیز باز کرد تا بتونن در طول سالها، سالیان سال این رو داشته باشیم. و چقدر نیکوست که الان میدونیم که داره جهانی شده در از موضوع نوروز، چرا که با خودش یک پیام زیبا داره و بهتر از هر چیزی فکر انسان رو عوض میکنه. اندیشمند اینو اعلام میکنه، عذر میخوام، یک مثال آفریقایی میگه، میگه اعلام میکنه افکار هر انسان دنیای او هستش. امروز وقتی فکر ما تبدیل هست، فکر ما نو شدن هستش، میدونیم که دنیای ما عوض خواهد شد. اما این گونه نیستش که ما بگیم حالا فصل بهار اومد، رسول با تمام معایبش تموم شد، حالا یک دفعه همه چیز نو میشه. باید بدونیم که باید تصمیم بگیریم و این تصمیم باید خیلی جدی باشه. قرار هم نیستش که کاملا رسول همه چیزش عوض بشه. قرار هست رسول اصلاحیات در زندگیش ایجاد بشه. البته سوء تفاهم نشه، صحبت از اصلاحیاتی که چند سالی پیش در نظام جمهوری اسلامی کردن رو نمیگیم، که صحبت کردن که 8 سال میخوایم اصلاحیات بشه و دیدیم که روزگار ملت ایران نیز هر چی رفت جلوتر بدتر شد. اصلاحیاتی که درش قدرت و قوت هست، فقط آگاهی نیست. حتما آگاهی ها خوب هستش، اما همون گونه نیز قبلا عرض کردم، آگاهی راهه، آگاهی پا نیستش که به ما این همت رو بده. اما کسی که به مسیح ایمان میاره، کسی که روح القدس رو داره، میتونه با فیض خداوند نیز در مسیر درست قدم برداره تا بتونه برای جلال خداوند نیز در وجود خودش تبدیل ایجاد کنه و بتونه به اون اصلاحیات درست نیز برسه. اما اگر بریم با هم دیگه از انجیل یوحنا 3:1-6 رو داشته باشیم، ممنون میشم که نگاهی بکنیم. میبینیم که عیسی مسیح نیز با شخصی که مذهبی بود، معلم، یک معلم یهودی بودش و به نوعی دانشمند زمان خودش بود، یکی از مذهبیون آگاه بود، و میاد نزد مسیح و اعلام میکنه که من میدونم تو از طرف خدا هستی مسیح، چرا که معجزات تو رو دیدم، آگاهی دارم نسبت به معجزات تو، و من این رو میدونم، من اون رو میدونم، و مدام نسبت به آگاهی های خودش با مسیح سخن میگه. اما مسیح نیز با او سخن دیگه ای میگه، چرا که لازمه آگاهی ما توانایی هم هستش. همه میدونن پول خوبه اما همه پولدار نمیشن، همه میدونن راستگویی خوبه اما همه راست نمیتونن بگن. خیلی ها میگن ما مجبور شدیم دروغ بگیم. بنابراین همه دوست دارن سالم باشن، اما دانستن سلامتی خوب هست سلامتی نمیاره. از این رو حتی خود مسیح نیز اعلام میکنه که ما با اندیشه و فکر نمیتونیم قدمون رو بلندتر کنیم. بس بنابراین یک توانایی هم احتیاج هست که این توانایی رو مسیح نیز در این کلام زیباش اشاره میکنه. ممنون میشم که بخونید.
یک نفر از فریسیان به نام نیکودیموس که از بزرگان قوم یهود بود، یک شب نزد عیسی آمد و به او گفت: ای استاد، ما می‌دانیم تو معلمی هستی که از طرف خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمی‌تواند معجزاتی را که تو می‌کنی انجام دهد مگر آنکه خدا با او باشد. هللویا، آمین. عیسی پاسخ داد: یقین بدان تا شخص از نو تولد نیابد نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند. نیکودیموس گفت: چطور ممکن است شخص سال خورده ای از نو متولد شود؟ آیا میتواند باز به رحم مادر خود برگردد و دوباره تولد یابد؟ عیسی پاسخ داد: یقین بدان که هیچ کس نمیتواند به پادشاهی خدا وارد شود مگر آنکه از آب و روح تولد یابد. آنچه از جسم تولد یابد جسم است و آنچه از روح متولد میگردد روح است. آمین. آمین. هللویا. خدا را شکر. و چقدر زیبا. آمین. پس مسیح داره اشاره میکنه به روح القدس، همان روح و قوتی که در ابتدا میبینیم پیدایش 1:26-27-28 بهش اشاره میکنه که ما به توسط او به شکل خدا خواهیم شد. آمین. نه شکل فیزیکی ما به شباهت خدا بشه. از این رو هستش که عیسی مسیح داره اشاره میکنه که اون قوت باید در تو باشه. و نیز در اعمال رسولان 1:8 میخونیم، میگه چون روح القدس بر شما میآید قوت خواهیم یافت. قوت خواهیم یافت تا بتونیم اصلاحیات درست رو در زندگی داشته باشیم، بتونیم خوب بشارت بدیم، معجزه کنیم، رفع مشکلاتمون رو کنیم، اعمیال کهنه رو بهش بگیم دیگه نه، به گناه بگیم نه، و بتونیم در مسیر سازندگی یک جسم سالم، روح و روان سالم نیست قدم برداریم. و نیز این رو پولس رسول چقدر زیبا تجربه میکنه و در فیلیپیان 4:13 اعلام میکنه: قدرت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میکنه. نمیگه در مسیح که مرا آگاه میکنه، چرا که مسیح آگاهی رو میده و در روح القدس ما دوباره آگاهی به دست میاریم و در کلام خدا ما این آگاهی رو به دست میاریم و معلم ما روح القدس نیست، ما رو تعلیم میده. عزیزان فراموش نکنیم ادامه فصل بعدی که بهار هست ادامه زندگی ما هستش. خیلی از قسمت‌های جهان هستش، شاید در اون بهاری که ما تجربه می‌کنیم اون عزیزان تجربه نمی‌کنن و هنوزم تو زمستان هستن، اما ادامه زندگی رو دارن میدن. پس این نیستش که ما بگیم هر فصلی که عوض میشه با خودش یک خصوصیاتی میاره، یک برکتی میاره، من نیست شکل اون میشم. خیر، من فراموش نمی‌کنم که در ایام عید بارها شده بود که در اقوام خود ما عزیزانی که با هم قهر میکردن، بزرگان مطابق رسم و رسوم زیبایی که در ایرانی ها هستش و در ایام نوروز هست، این عزیزان رو میآوردن در کنار هم و اینها به هم صحبت میکردن، صلح میکردن و آشتی میکردن. اما یکی دو ماه بعد دوباره میدیدیم که اینها از هم قهر کردن. وقتی که میرفتن بهشون میگفتن چرا، میگفت آخه دیدی اون روز وقتی که من اینو میخواستم ببوسم اون سرشو گرفت اون قسمت، اون دیدی به من سلام نکرد. و باز دلایل شروع میشه. چرا ما نمیتونیم ریشه ای عمل کنیم؟ علتش این هستش که در ما اون توانایی و اون قوت نیز نبوده. اما میپردازیم با هم دیگه به اصلاحیاتی که میتونه در ما تغییرات اساسی بده و همون گونه که باز پولس رسول میگه در مسیح فقط امکان پذیر هست به توسط روح القدس، چرا که در دوم قرنتیان 5:17 نیز اشاره میکنه: پس اگر کسی در مسیح باشد، هموطن عزیز من، اگر در مسیح باشیم میتونیم ببخشیم، میتونیم محبت کنیم. اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه ایست، چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. همه چیز اون موقع تازه میشه عزیزان. ماهیت درون من عوض خواهد شد و باور بکنید مطابق آن تحقیقاتی که انجام دادن، کسی که روحیه خوبه و شادابی رو به دست میاره حتی روی شکل فیزیکیش نیست تغییراتی ایجاد میشه که درش زیبایی، درش عشق و محبت و آرامش نیز دیده میشه. نکته‌ای هست. یه تلفن داریم. می‌خواید اول تلفن رو بگیریم. شهرام جان از ایران تماس گرفتن. سوالی دارن انگار. بله. درود بر شما شهرام جان. درود بر شهرام عزیز، در خدمتتون هستیم. با سلام به خواهر و برادر گرامی من. خیلی ممنون. امید برکت دارم برای مرسی عزیزم. همه ایماندارانی که در مسیح راه میرن، در مسیح بخشش میکنن، در مسیح میخوابن، در مسیح بلند میشن، در مسیح کار میکنن،
و تمام زمان زندگیشونو در مسیح، وجودشونو در مسیح میذارن، زندگیشونو جونشونو در مسیح میذارن تا بتونن مسیح رو جلال بدن. آمین. و همه ما به این امید داریم. هللویا. من مشکلی داشتم میخواستم با شما، البته مشورتی داشتم میخواستم با شما بکنم. خواهش می‌کنم. که این مشورت به کمک شما حتما نیاز داره. امیدوارم بتونم کمک کنم. خواهش میکنم. 100% همینطوره، چون من ایمان کامل دارم. خداش بله. من از هیچ کس کینه به دل ندارم. شکر. از هیچ کس مشکلی، با اینکه خیلی ها برای من مشکل ساز شدن، ولی اصلا دل من این دستور مسیحی که من داده این آینه است. از هیچ کس مشکل ندارم و با هیچ کس عداوت و کینه ندارم. اما من خودم ایماندار هستم، ولی خانواده من ایماندار نیست. پسر من در دبیرستان یکی از دوستانش تو زنگ ورزش ضربه ای بهش از پشت وارد کرده که یه آسیبی دیده و این آسیب باعث شده که اطرافیان منو تحت فشار گذاشتن و من طرح دعوایی کردم و به هر حال با قانونی که ما در اون داریم زندگی میکنیم ممکنه، البته تازه شروع کردم، ولی ممکنه مبلغ مالی هم به ما تعلق بگیره. درست. من میخواستم فقط راهنمایی کنید منو که این این مسئله ای رو که من دارم و این پیگیری که دارم میکنم، این منافاتی با اعتقادات من و اون چیزی رو که همه ما به اون معتقد هستیم که باید ببخشیم و باید بگذاریم، این نداشته باشه. چون توصیه کردم به من که شما باید، این حق بچه شماست، این اگر بگذاری ازش، از حق پسرتون گذشتید و این بعدن برای شما ممکنه مشکل ساز بشه و بقیه مدعی این کار بشن. من زیاد نمیخوام دیگه وقتتون رو بگیرم. خواهش کنم. حالا انشاءالله بعدن پشت خط باهاتون صحبت میکنم. من در خدمت هستم. خدای مایید و مسیح. خواهش کنم. و آرزوی موفقیت دارم برای شما و همه ایمانداران. ممنون. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به من دارید و وقتتون خیلی گرفتم. خواهش کنم. مرسی شهرام عزیزم. متشکرم. خواهش. مرسی از محبتتون، از تماستون. پس از تلویزیون گوش کنید. شهرام جان، پس من خیلی مختصر خدمتتون عرض میکنم. خوشحال میشم اگر تصور بر این میکنید که میتوانم راهنمایی داشته باشم در این رابطه. خوشحال میشم که با من تماس بگیرید، در خدمتتون هستم. اما نسبت به آنچه که فرمودید، بارها نیز عرض کردم که و کلام خداوند نیز صحبت از بخشش میکنه، اینکه ما دیگران رو ببخشیم. اما قسمت بخشش من در مرحله اول این هستش که من نسبت به اون اتفاقی که افتاده و اون مشکلی که پیش اومده و اون آسیبی که خوردم از طرف اون شخص کینه و نفرت نداشته باشم، چرا که کینه و نفرت همچون لباسی بر تن من هست، لباس زخیمی بر تن من خواهد بود، دستکش های زخیمی بر دستان من و عینکی بر چشمان من که تار و تاریک هست، که باعث میشه من نتونم همه چیز رو آنطور که هست خوب ببینم، شفاف ببینم. پس آسیب میخورم. اون لباس کینه و نفرت درونش پر از تیغه که این تیغ هم به من میخوره و هم به دیگران، یعنی هم از درون تیغ داره و هم از بیرون داره، که هر دو رو آسیب میزنه. خانواده شما رو آسیب میزنه، خود شما رو آسیب میزنه، آنانی که شما رو رنجوندن رو نیز آسیب میزنه. پس شما اون شخص رو میبخشید با توجه به این که فرمودید فرزندتون بوده، این کار چه بسا عمدی نبوده، بازی بوده، شوخی بوده، همه این افکار هستش. شما در فکرتون کاملا اون شخص رو ببخشید و همیاری کنید با اون شخص، چرا که حتما اون خانواده نیست، مسلما شاید به اندازه شما ناراحت نیستن، اما اون خانواده هم نیز استرس داره، اون خانواده هم نیز نگران هستش و ناراحت هستش. با اون نیز همدردی کنید، در کنار اینکه با فرزندتون همدردی میکنید، در کناری که در حضور خدا از محبت خدا پر میشید، با اون نیز همدردی کنید. اما قوانینی هم توی مملکت هست که کلام خداوند اشاره میکنه که مطیع قوانین نیز باید باشیم، ولی اینو بدونیم
زمانی که من در حضور خدا هستم، از محبت خدا پر میشم، از عدالت خدا پر میشم، من صاحب انصاف میشم. و این انصاف همون گونه که عرض کردم یعنی نصف نصف، 50-50. پس باید مواظب باشم. اگر قرار هست از این موضوع که میدونم بعد در شما این گونه نیستید، از صحبت کردنتون، از آنچه را که عنوان کردید، شخصی با انصاف هستید و میخواید انصاف رو رعایت کنید، هوشیار باشیم که فشاری بیش از اندازه نیاریم، یا اینکه مجبور نشیم در ناراستی سخن بگیم، در ناراستی شهادت بگیم و حتی بگیم حالا ما یه دروغ بگیم. اینجا میدونید کشوری هست میگن کشور سو، و وقتی که افراد تو مشکلات میفتن، تصادف میکنن یا یه اتفاقی میفته، بلافاصله شاید دوستان، متاسفانه دوستانی که میگم، منظورم کسایی نیست که به خدای حقیقی ایمان دارن، بلافاصله میگن حالا بیا اونو سو کن، حالا این کارو کن، اینقدر پول میگیری، حالا یه دروغم بگو، حالا پیش وکیلم برو. ببین وکیل چی صلاح میدونه. عزیزان ما باید ببینیم خدا چی صلاح میدونه، کلام خدا چی صلاح میدونه، وجدان ما چی صلاح میدونه. همان گونه که کلام خداوند میگه، میگه همسایه خودت رو مثل خودت محبت کن. اگر شما توی جایگاه او بودی و این اتفاق برعکس می افتاد، چه انتظاری رو داشتی؟ همون کار رو بکن برادر عزیزم. بدونیم که نباید بیش از اندازه انتظار داشته باشیم، نباید توقعات انسانی داشته باشیم، اما آنچه را که درست هست قانون داره میگه، مطابق قانون میریم جلو، ولی انصاف داشته باشیم. اون خانواده رو ببینیم، درآمد اون خانواده چه شرایطی، و این رو بدونیم. ما ایمان داریم که خداوند دست شفا بخشت با فرزند شما هستش. ما دعا میکنیم. خیلی متاسفم که این رو شنیدم برادر عزیز، ولی تو قلب خوبی داری، وجود تو پر از محبت مشخصه. همین که زنگ زدی داری مشورت، نه از انسان، انسان کیه، از خدا میخوای مشورت بگیری. من نیز از خداوند میخوام که خداوند مشورت دهنده تو برادر عزیزم باشه، تا به انصاف رفتار کنی، با عشق و محبت عمل کنی. همون گونه که دو هفته صحبت کردیم عزیزان، در محبت معجزه هستش. آمین. اجازه بدیم که خدا حق ما باشه. وقتی که خدا حق ما هست، معجزه حق شماست برادر عزیزم، که فرزندت کاملا شفاشو بگیره. و اگر لازم هست لطفا تماس بگیرید، من در خدمت شما هستم که در این رابطه بیشتر با هم صحبت کنم. خواهش بس اینکه قرار بود شما نکته ای. بله بله، من گفتم شاید تلفنی داشته باشیم. پس میپردازیم به چند نکته، چند موردی که نسبت به این که لازم هستش که ما این اصلاحیات رو نیز در وجود خودمون داشته باشیم. فراموش نشه عزیزان، میتونید تماس بگیرید، در خدمتتون هستیم. برنامه ما الان برنامه مستقیم و زنده هستش. اگر شهادتی هست خوشحال میشیم بشنویم، اگر دعایی هست خوشحال میشیم. با ایمان تماس بگیرید، ما نیز در خدمت شما عزیزان هستیم. اما یکی از اصلاحیات که میخوایم بهش بپردازیم، موضوع ترس ها هستش. میدونیم که ترس گاهی هم میتونه خوب باشه، هم میتونه گاهی ترس بد باشه. چرا ترس هایی برای ما بد هستش که متاسفانه مانع این خواهد شد که ما رشد کنیم، ترس هایی بد هستش که ما رو نگه میداره و اجازه اندیشه تازه رو به ما نمیده، مدام چیزهای بد رو به یاد ما میاره. اما ترس هایی هستن که اینها وحشت نیستن، اینها احترام هستن. همونطور که میگه در کلام خدا، میگه ترس خداوند یعنی احترام، یعنی عهدداری، یعنی همان عهدی که شما با همسر خودت داری و جرئت نمی کنی در مقابل همچشمان همسر خودت یک دفعه یه نگاه بدی به دیگری بکنی یا اون رو کم ارزش بکنی. هوشیار هستی که با این هوشیاری نیز یک احترام به همسرت بذاری. این ترس احترام هست به خدا و نه ریاکاری، بلکه غالبا نیز باید عمل کنه. پس این ترس ها ترس های خوبی هستش که ما میتونیم در حضور خداوند نیز داشته باشیم. در مزامیر 103:11 نیز میگه رحمت خداوند بر ترسندگانش عظیم هستش. وقتی من احترام به خدا و عهدداری رو نیز دارم، و در کتاب اشعیا 35:4 میخونیم که میگه قوی باشید و مترسید، چرا که خدا با ما هستش. آمین. پس تا خدا با ماست، مطابق رومیان 8:31 چه کسی میتونه بر علیه ما باشه؟ پس این ترسا اونو در همین سال خاک کنیم. هر موضوعی که باعث میخواد بشه من بترسم در سال آینده،
هر موضوعی که میخواد به من، اگر مجرد هستم دیگه انگیزه خواستگاری رفتن رو نده. میگه آقا من اینقدر بارها رفتم خواستگاری نشده، پس من نمیتونم ازدواج کنم، من در این رابطه شانس ندارم. عزیزان رو زندگیتون روی پایه شانس قرار ندید، چون بعد از این باید برید دنبال فالگیرا، دیگه دنبال خدا نمیرید. بدونید که خداوند برای شما یک برنامه نیکو داره، پس نترسیم. برای کارمون نترسیم. اگر دنبال کار سالها رفتیم دیدیم موفق نشدیم، اینک نیست، با قوت خداوند این کار رو دوباره شروع کنیم. و این ترس ها ترس های بد هستش که اجازه ندیم که با ترس ها نیز جلو بریم، بلکه قوت خداوند نیست. بدونیم علاقه ماها که مسیح ایمان آوردیم، با کمک خداوند هر مانعی رو میتونیم برداریم. در لوقا 10:19 میخونیم اینک شما را قوت میبخشم ای فرزندان خداوند، ای کسانی که به مسیح ایمان آوردید، که ماران و عقرب ها و تمامی قوت دشمن را پایمال کنید و چیزی به شما ضرر هرگز نخواهد رسانید. با ایمان نیز این رو بپذیرید. اتفاقا من میخواستم بگم برادر رسول، من این ترس رو حسابی تجربه کردم. بله. چون هر وقت شده که تصمیمی توی ذهنم بوده یا کاری رو میخواستم انجام بدم و ترسیدم، این ترس باعث شده که نتونم اون تصمیم رو انجام بدم. درست. و بعدها پشیمون شدم درباره اینکه چرا انجام ندادمش. ببین چرا؟ به خاطر اینکه ثابت شد به من در طی زمان که اون ترس هم اشتباه بوده. برامه. ولی الان یاد گرفتم وقتی ترس هامو پیش خدا میبرم و به خدا میسپارم این ترس ها رو، میتونم طعم پیروزی رو قبل از اینکه به دستش بیارم احساسش کنم، بچشمش. خدا رو شکر به خاطر این مسئله که خداوند به ما قوت میده. آمین. اگر لطف کنید امثال 29-25 داشته باشیم و بعد بریم تلفنی رو، گویا که دوست عزیزی مدت طولانی هستش که روی خط هستن، و بدونیم همون گونه که در کتاب ایوب 3:25 میخونیم، ایوب قبل از اینکه مصیبت ها براش پیش بیاد اعلام میکنه از آن چه که میترسیدم به سرم اومد. حتی عزیزان نه فکرشو بکنید، اینکه هوشیار باشیم بسیار عالی است، نه در زبان، به زبان بیاریم. چرا وقتی به زبان میاریم متاسفانه نیز آسیب میخوریم. در امثال 18:21 میگه موت و حیات در قدرت زبان هستش. هوشیار باشیم، اجازه ندیم که این ترس ها رو نیز اعلام کنیم و حتی به زبان بیاریم. مولوی نیز زیبا میگه در این رابطه، میگه ای زبان هم آتش و هم خرمنی، چند این آتش در این خرمن زنی. ای زبان هم گنج بی پایان توی، ای زبان هم رنج بی درمان توی. و اجازه ندیم به زبان، به زبان چیزهای نیکو بیاریم. سالی که در پیش دارید سال نیکو هست، سالی پر از پیروزی، سالی پر از آزادی، آرامش، قوت هست. بپذیریم، چرا که از نگاه خدا نگاه کنیم، نه از تجربیات و ترس های گذشته. ممنون میشم آیه رو بخونیم و بعد فکر میکنم مسیحا جان قد شدن از نروژ بودن. بله، لطفا دوباره تماس بگیرید، در خدمت شما هستیم. بله، این آیه رو میخونیم و خطی رو خواهیم ده. امثال 29:25 کسی که از انسان میترسد در دام میافتد، اما هر که بر خداوند توکل میکند در امان میماند. خدا رو شکر به خاطر خدا رو شکر. و اندیشمندی اعلام میکنه شک و تردید و ترس بدترین دشمنان انسان هستن. عزیزان با دشمنانتون وارد سال جدید نشیم، همه این ترس ها رو ببریم زیر صلیب خداوندمون عیسی مسیح، و با خون مسیح نیز اجازه بدیم باطل بشه. آمین. و با قوت مسیح ایام جدیدمون رو آغاز کنیم و یک اصلاحیات درست در زندگیمون داشته باشیم، که اینک نیز ترس های من به احترام به خدا تبدیل بشه، که نیز به خدا دل ببندم و با امید و قوت خدا نیز ادامه حیات بدم. بریم با هم یه تلفنی رو داشته باشیم. خواهش می‌کنم. از نروژ مسیحا جان درود بر شما. بفرمایید. خواهش می‌کنم. درود بر شما مسیح عزیز. درود می‌فرستم به خواهر شاعره میهنمون، خواهر ماهمنیر نازنین. درود بر شما، جلال بر نام عیسی مسیح. مرسی عزیزم. آمین آمین. خدا شکر که شیش راسل نازنین اون همیشه حاضر و مهربون و امیدوارنده ما. عزیزی خدا شکر برای مسیح. من هدیه رو تقدیم کنم به خداوندمون به شما. ممنون عزیزم. بفرمایید. مرد ایرانی منم، من از تبار نسل کوروش، من نژاد آریایم، آریایی مثل داریوش، کلک چشمانم حجاب بانوان تاک میهن، استخوان من ستون تخت میهن پاره تن، مرد ایرانی منم، من سر بلندم چون دماوند، عشقایم بحر میهن،
نیست کم چون صد سیوند. برابو. من به دنیا داده ام منشوری از حکمت و عرفان، تا جهان در ما ببیند نور ایمان بحر ایران. مرد ایرانی منم که از بحر شیرین مثل فرهاد، عاشقم من عاشق اندیشه ایران آزاد. آمین. سعدی و فردوسی و حافظ بود نسل خیورم، پروین و شوریده و سیمین بود فخر و سرورم. مرد ایرانی منم، من در کهن مرد نجومم، در خرد عرفان و حکمت برتر از یونان و رومم. من ستاره یاد عیسی مسیح نور جهانم، آری من ایرانیم، فرزند پاک آن مقانم. جلال منام، خدا من دوستون داریم. مرسی، خدا شما برکت بده. برادر عزیزم، مسیح عزیزم، با شعر زیبایی که ایشون گفتن اجازه بدید من با توجه اینکه یک روز از روز زن گذشت، میدونیم که 8 مارچ مصادف است با روز زن و تحولاتی که چه در اروپا و چه در آمریکا سالها پیش وجود اومد و سازمان ملل نیز به این نتیجه رسید که این روز رو روز جهانی نیز جهانی زن اعلام بکنه، نیز به تمام زنان نیز تبریک میگم، به شما من نیز تبریک میگم، هرچند یه مقدار دیر شد، ولی شعر زیبای برادرمون که در تو مردان ایرانی گفتن من رو به یاد آورد. و بدونیم که 18 اسفند نیز مصادف هست با روز زن عزیزان، و واقعا خدا رو شکر برای تمام زنهای جهان، خدا رو شکر برای زنهای ایرانی که به طور خاص این روزها در رنجها و سختیها و مشکلات هستن. عزیزان بدونیم که روز رهایی و روز آزادی نزدیک هست. درود بر شرف شما زنان ایرانی که میدونیم ایستادید تا آنچه را که از طرف خدا حق شما بود رو نیز دریافت کنید، و میدونیم در تظاهرات هایی که میشه در ایران متاسفانه چه مخالفت های ایجاد میکنه دولت نظام جمهوری اسلامی، اما پایدار بایستید برای آنچه که خدا بهتون داده، و خدا اهل تبعیض نیست، خدا نیومد که بین زن و مرد نیز تبعیض ایجاد کنه. عزیزان خداوند زن را آفرید تا برکت زمین باشه، برکت مرد، برکت فرزندان باشه، و خداوند به توسط زن بود که نسل بیدار رو نیز ایجاد میکنه. خداوند برکت بده تمام زنان رو بر روی زمین و آرزوهای دل شما رو به طور خاص هموطنان عزیز ما در سراسر جهان. آمین. تلفن دیگه ای داریم؟ علی جان رو از ایران داریم. بله، درود بر شما برادر. درود بر شما، بفهم خواهش کنم. سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم برادر و خواهرت. خیلی ممنون عزیزم. برم. مرسی. به نام خدای حقیقت و راستی. آمین. آمین. خداوند آنچه بر زبانم جاری می شود با قدرت و قوت نور پرجلال تو. آمین. به نام عیسی مسیح پسر زنده تو جاری شود. آمین. نه روی احساسات و نفس انسانی زمینی من، که من فرزند تو هستم. آمین. و من از تو اطاعت می کنم نه غیر. آمین. به نام خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب، داوود، سلیمان، موسی، یوشع، یوسف، یونس. آمین. الیاس. به گوش باشید، هر کس گوش شنوا دارد بشنود. یک تا پرستان ابراهیمی، به خصوص ایران و فارسی زبانان در اسلام. من فرزند خدا از ایران، در سر زمین ایران سخن میگویم. من آنچه که از خدای ابراهیم، اسحاق، یعقوب شنیدم، دیدم، فهمیدم، به نام عیسی مسیح پسر زنده خدا که پدر آسمانی آن یکتا بی همتا بی مانند بی نظیر و بی مانند بی نیاز از همه کس و همه چیز بر من می چشاند و فهمانده است. و صلیب پرمهر محبت خود را بر من آشکار نموده و حقیقت را بر من آشکار نموده است. همانند پیامبران برحق تعلیم دیده ام و فرمان خدا را شنیده ام سخن می گویم. زمان اطاعت از فرمان خدا می کنم نه غیر، زیرا آنچه در من است از جهان بزرگتر است. که من با قدرت و قوت خدایی که مرا لمس نموده از سخن میگویم که فارسی زبانان را خبر خوش دهم. ایران سرزمین نور الهی خواهد شد. آمین. در نام عیسی مسیح پسر زنده خدا، آنچه که خواست اراده خداست و انجام میرسد. هیچ کس و هیچ چیز و هیچ قدرتی توان قدرت نمایی در برابر قادر مطلق الهی را ندارد. خدا هر کی را بخواهد می خواند.
بدانی تمامی پیامبران بر حق کلام خدا را شنیدن و کتاب آسمانی نوشته شده است و بندگان خدا اطاعت از کلام خدا می کنند و در روز داوری در حضور خدای آسمان و زمین داوری خواهند شد. بدانید پیام انجیل مقدس هدیه رایگان به تمامی بندگان خدا در سراسر زمین برای هر قومی و زبانی و رنگی و هر دین و مذاهبی که باشند می باشد. به نام انجیل مقدس یوحنا، متی، مرقس، لوقا. بدانید هر کس انجیل دیگری بیاورد از آن خدا نیست. بدانید عیسی یعنی نجات عالم، نور عالم، پسر زنده خداست. آمین. می فرماید هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. آمین. آمین. در نام من از پدر آسمانی به طلبی داده خواهد شد. من نور عالم هستم. هر کس مرا پیروی کند هرگز در تاریکی نخواهد بود، مرده باشد زنده خواهد شد. آمین. هیچ کس پسر یعنی عیسی را پدر، هیچ کس پدر آسمانی را نمی شناسد به جز پسر یعنی عیسی. آنانی که پسر یعنی عیسی را بخواهند پدر را می شناسند. آنانی که پدر آسمانی را بخواهند پدر آسمانی مرا به او می شناساند. آری من پدر تنها پدر آسمانی را طلب کردم. آمین. آمین. خدا به شما برکت بده برادر عزیز. مرسی از محبتتون، از اینکه واقعا مسائلی رو میگید که چقدر عالی هست و لازم هست که بینندگان عزیز نیز بیشتر آن را که در کلام خدا هست را بدونن. ممنون از اینکه با ما بودید. خدا به شما برکت بده. چون وقت آنچنانی نداریم برادر عزیز، فیض خدا با شما باشه. اما بپردازیم به نکاتی که در رابطه با اصلاحیات بود. پس با این هوشیاری این رو بدونیم که اجازه ندیم با ترس ها نیز وارد سال جدید بشیم، بلکه با فیض خداوند ترس هایی که بد هست، هر نوع ترس بدی که میخواد جلوی من رو بگیره کنار بذاریم و بدونیم که بزرگترین ترس رو مسیح نیز از زندگی انسان برداشت و اون نیز ترس مرگ بود. و همان گونه که در اول قرنتیان 15:5 میخونیم که کلام خداوند میگه ای موت، ای مرگ، نیش تو کجاست و ای گور، ظفر تو کجا هستش؟ چرا که میدونیم کسی که در مسیح میاد و ایمان به مسیح میاره قوت تازه ای رو خواهد گرفت و حیات جاودانه خواهد داشت و دیگه اون ترس نیست که بر او سلطنت میکنه. یه نکته دیگه بهش میپردازیم و اگر موافق هستید بریم با هم یه سرودی رو نیز بشنویم. نکته بعدی اصلاحیات تجربه های ما هستش. چرا که گاهی هستش که درسته که میگیم خیلی از تجربه ها خوب هست، ما تو زندگیمون انجام دادیم و بر اثر این تجربه ما تخصص پیدا کردیم، این رو میفهمم. اما اگر بخواد تجربیاتی باشه که این تجربیات باز مثل خود ترس موانع زندگی من باشه، موانع رشد من باشه، موانع سلامتی من باشه، آرامش من باشه، مسلماً اینها برای ما غم‌ها رو میاره، برای ما دشمنی رو ایجاد میکنه. چون تجربه میکنیم فلانی مرا آزار داده، پس این تجربه باعث میشه شما اونو نبخشی. پس سال جدید که میاد با این کینه میخواید باشی و میگی من نه، دوباره این شخص میخواد منو فریب بده. عزیزم هوشیار باشیم، بخشش اطمینان نیست. ما میبخشیم اما میتونیم به دیگران دیگه اون اعتماد رو نداشته باشیم. این سهم اعتماد رو بدید به خدا، به خدا بیشتر اعتماد کنید. پس بنابراین این هوشیاری رو داشته باشیم، بلکه در تجربیاتی خودمون رو قرار بدیم که در اون میبینیم ما پیروز هستیم. به یاد آمین. کارهای خدا بیافتیم آمین. که خداوند تو مشکلات آمین. و سختیات چگونه دستگیری کرد. من باور بفرمایید هر بار که عزیزی من زنگ میزنه و میگه بچه من، برادر من، خواهر من تشنج داره، من بلافاصله وقتی به یاد مریضی دخترم میافتم که خداوند رو شفا داده، بلافاصله با این امید برای اون دعا میکنم، گذشته از دلسوزی. وقتی که خودم میبینم شخصی به من زنگ میزنه یا تماس میگه، تو کلیسا میاد مشکلی رو به من میگه که من میبینم خداوند من رو از اون مشکل رهایی داده و این امیدی در من ایجاد میشه، خب این تجربه خوبه، این خاطره بسیار زیبایی هستش. اما با این خاطرات وارد سال جدید بشیم، خاطرات و تجربیات بد رو نیز همینجا در نام مسیح نیز قبل از اینکه سال جدید بخواد بیاد نیز
خاک کنیم. مطلبی هست. من می‌خواستم همینو بگم که شما گفتین شما وقتی تشنج میاد شما یاد دخترتون میافتین، وقتی که تماس میگیرن برای بیماری ام اس، من بلافاصله میگم اونو بدین من براش دعا کنم. هللویا. چون میدونم اون لحظاتی رو که گذروندم، میدونم عزیزان چه چیزهایی توی فکرشون هستش. درسته. ولی خدا رو شکر به خاطر عیسی مسیح آمین. شفاش همیشه هست. فقط کافیه ایمانتون از دست ندید، محکم بچسبید، به ظاهر نگاه نکنین. بله، برافو. اصلا نگاه نکنین که ظاهر فعلا تغییری پیدا نکرده. پس درست. نگرفتم. نه، این نیست. برای اینکه برای خودم اینطور شدش که وقتی آزمایشات اومد نشون داد که ریشه‌کن شده. در صورتی که من تمام اون لحظات روی اون کاناپه افتاده بودم بدون تکون. و می‌خواستم بگم بهتره که ما مدام خودمون رو در تجربه شیرینی که در عیسی مسیح هست بندازیم. چون عیسی مسیح بود که به خاطر رنج‌های ما، به خاطر درد‌های ما، به خاطر گناهان ما روی صلیب رفت و به خاطر ما بود که جونش رو از دست داد و به خاطر ما روز سوم قیام کرد تا پیروزی رو برای ما بیاره و گناهان ما رو پاک کنه و اون امید زنده رو به ما بده و تولدی دوباره، تولدی نو به زندگی ما ببخشه. این شادی که با تمام وجود میتونیم احساس کنیم وقتی که خودمون رو در عیسی مسیح قرار بدیم به جای تلخی ها. و فکر میکنم بهتره یه نگاه به اول پتروس بندازیم. خواهش می‌کنم. باب 1 آیه 3 فکر میکنم. بله. که اینو یه نگاه بندازیم. حتما حتما. چرا که تجربیات خواهرمون آیه رو میارن، تجربیات متاسفانه، تجربیات بد متاسفانه در من ناامیدی رو ایجاد میکنه. اون جرأت و اون اقتدار رو از من خواهد گرفت. و شکسپیر نیز زیبا میگه، میگه عاملی که زندگی رو بر ما غم‌انگیز ساخته پیری و پایان لذت ها نیست، بلکه قطع امید هستش. پس اجازه ندیم که این امید از ما گرفته بشه، چرا که خدا به ما امید رو داده. تا زنده آمین. هستیم نیز ما این امید رو داریم. آمین. و باید با امید زندگی کنیم. و چقدر بیشتر امید ما که امروز عیسی مسیح هستش. آمین. ممنون میشم که این آیه رو هم بخونید. سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح، هللویا، که به لطف بزرگ خود به وسیله رستاخیز عیسی که به لطف بزرگ خود به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولد تازه و امید زنده به ما بخشیده است. هللویا. از روی فیضش. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدا رو شکر. برای خدا در مزامیر 31:24 هم زیبا میگه، اعلام میکنه قوی باشین. آمین. میخواهید وارد سال جدید بشین، ایام جدید، قوی باشین در نام مسیح. آمین. و دل شما را تقویت خواهد داد. آمین. ای همگانی که برای خداوند انتظار میکشید، نه کسانی که در فکر این هستن حالا ثروت من میخواد در سال آینده کار کنه، آگاهی من میخواد کار کنه، امکانات من کار کنه. همه اونها البته خوب هستش، اما عزیزان وقتی که ما توکل به خدا داریم، مطمئن باشیم که قوت خداوند در ما کار میکنه. و اجازه ندید ترسا و تجربیات بد مانع رشد شما بشه. اینها رو در سال قبل که هنوز درش هستیم چال کنید و در سال آینده با نام مسیح، با عهدی دوباره با خداوند، زندگیمون رو آغاز کنیم در عشق و صلح و محبت. خیام آمین. که یک نگاه این گونه داره، میگه حتی اگر دنیا برفرض بگیریم بر حسب عبث و هیچی هست، چرا باید ناراحت باشیم؟ ما که ایمان داریم که حیات ما جاویده، ما که ایمان داریم جهان بینی که خدا به ما داده این هستش که خدا برای یک هدف مقدس جهان را آفریده. خدا تو هموطن عزیزم رو با یک هدف مقدس آفریده. آمین. پس بنابراین هرگز اجازه ندیم غم و اندوه نیست در وجود ما خانه کنه و اون رو به سال جدید ببریم. خیام این گونه میگه، روزی که گذشته است از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. حیفه، چرا که خدا تو رو دوست داشته، جهان زیبا به تو داده. در هر شرایط و در هر موقعیتی که هستی شکرگزار باش و بدون که این شادی که در وجود تو ایجاد میشه بر حسب شکرگزاری باعث خواهد شد که سلامتی تضمین بشه، باعث خواهد شد رابطه ها تضمین بشه، رابطه خوبی داشته باشیم، باعث خواهد شد که بتونی فوکوست رو، افکارت رو متمرکز چیزهای درست بذاری و نیز آیندت رو با یک برنامه درست نیز خوب جلوی برید.
اگر موافق هستید بینندگان عزیز که یک استراحتی هم داشته باشیم با همدیگه بریم و سرودی رو نیز بشنویم. موافق هستید؟ 100%. چه چیزی زیباتر از سرودهای پرستش. بله بله، با فیض خداوند بتونیم سرودی رو نیز داشته باشیم. آمین. اگه آماده باشن؟ بله. کلیسای پرستندگان مسیح، جلسات پرستشی و عبادتی ما یک شنبه ها ساعت 1 بعد از ظهر. آدرس ما 74-75 خیابان فالبروک در شهر وست هیلز. شما همچنین می توانید از طریق تارنمای ما www.pwocc.org یا از طریق تلفن 818-716-40 با ما تماس حاصل فرمایید. از اون حرفا که یک عمره به گوش ما شده ممنون، از اون حرفای بی پرده شبیه شعری از شاملو، از اون حرفا که می ترسیم، از اون حرفا که باید زد، از اون درد دلای خوب، از اون حرفای خیلی بد نگفتی و نمیگم ها، حقیقتهای پنهونی، از اون حرفا که میدونم، از اون حرفا که میدونی، به زیر سقف این خونه منم مثل تو مهمونم، منم مثل تو میدونم، سرود زیبایی واقع. و پر از معنا و اینکه با خودش پیامی رو داره
که نشون میده هموطنان عزیز ما به طور خاص جوانان ما دردهای در سینه دارن، سخنانی دارن که بگن اما گویا که اجازه نمیدن، گویا که باید در پنهان، گویا که باید از ایران بیان بیرون تا این سخنان رو بگن، گویا که متاسفانه این آزردگیشون رو نمیتونن جای اعلام کنن. اما هموطن عزیزم، چه در ایران و چه در خارج از ایران، این رو بدونیم مطابق کلام خداوند ارمیا 3:33 که اعلام میکنه مرا بخوان تا تو را اجابت کنم و تو را از اون چیزهایی که نمیدونی چگونه رفعش کنی، سوالاتی که نمیدونی چگونه این مشکلات رو حل کنی، کلام خدا اعلام کن، نزد خدا بیاییم و خدا جواب ما رو میده و خدا دعای ما رو اجابت میکنه. و اینک نیز نامی به ما داده شده که در اون نام قدرت هستش. نامی نیست که انسان داده باشه، نامی نیست که مذهبیون داده باشن، نامی هستش که خود خدا داده و اون نام، نام عیسی مسیح هست که به تو هموطن عزیز من داده شده تا دست از سکوت برداری در جایی که حکمت قرار میگیره، تا بتونی بهترین سخنت رو بگی، درد دلت رو بگی، درد دلت رو در نزد خدا ببر و خدا هستش که رفع مشکل ما رو نیز خواهد کرد. گویا تلفنی داریم با هم دیگه بشنویم. نرگس جان از ایران تماس گرفتن. بله، خوشحال میشیم صداشون داشته باشیم. عزیزم درود بر شما. درود بر شما. بفهمت بر شما. باشید. خیلی خوشحالم از این که برنامه خیلی خوبی دارید. خیلی ممنون از محبت. زحمت میکشید. خواهش میکنم، خدا شکر برمیست. جناب کشیش، عذر میخوام، شما فرمودید در مورد همون بخشش. خب درسته، آدم مثلا برفرض مثال بخشش کنه خودش راحت میشه، ولی اگه قرار باشه که مثلا آدم ارتباطی با کسی برقرار میکنه، اگه اطمینان نکنه، آخه اون ارتباط آخه چه فایده ای داره؟ یعنی مثلا برفرض مثال من که برفرض اگه مثلا مثال میزنم، من شوهرم اصلا اینجا آدم نیست، ولی مثلا برفرض من که مثلا به طور مثال مثلا شوهرم آزارم داده، مثلا برفرض 30 سال زندگی کردم باهاش، چجوری میتونم اطمینان نکنم؟ مثلا شما مثلا میگیم یا با خانوادهش یا با خانواده خودم، مثلا برفرض خیلی از مسائل هست که مثلا پیش میاد، مثلا آدم میتونه اصلا تو رابطه بره و اطمینان نکنه، یا آدم باید بکنه به طور کل رابطه برقرار نکنه، یا اگر برفرض کرد دیگه باید نمیشه که اطمینان نکنه. درست میفهمم. بله، حالا یه لحظه ممنون از این که اومدید و این رو عنوان کردید. خواهر نرگس رو اسم میکنم. بله. خواهر نرگس نها کنید، اولا که اون که من خدمتتون عرض کردم مسئله اعتماد، شخصی رو در مقابل شخصی قرار دادم که دور هستن، نه خانواده درجه یک. خانواده درجه یک رابطه دارن، رابطه نزدیک هستش، اونقدر رابطه نزدیک هست و باید به هم اعتماد بکنیم، اما باید این رو بدونیم که باید آن چیزهایی که باعث شک و دودلی میشه رو حتما اینا رو شفاف کنیم. یعنی شما نمیتونی خودفریبی کنی، شما بگید چون همسر من هستش من به همسرم این اعتماد رو از درون ندارم، اما چون همسرم هست اونو بخشیدم پس به ظاهر نشون میدم بهش اعتماد دارم. خیر، شما حتما باید یا دو نفری یا شخص سومی بیاد برای مشورت، آنچرا که باعث شک شما شده اون شک و دودلی رو باید بردارید. کلام خدا ما رو تشویق به خوشخیالی نمی کنه که ما خوشخیال باشیم و بگیم خب حالا من بخشیدم فرزندم رو، همسرم رو، پس بنابراین بهش اعتماد میکنم. خیر، در این مسیر سازندگی کار میکنه. شما حتما باید با یک کانسلر، با یک مشورت دهنده که من صلاح میدونم اعضای خانواده نباشن، صلاح میدونم اگر ایماندار هستیم چقدر خوب هست که به کشیش کلیسا رجوع کنیم و یا خادمینی که در این رابطه هستن و یا کسایی که هستن که این آگاهی رو دارن، خواهر عزیز بتونیم در این رابطه کمک بگیریم و اون شخص چه همسر هست چه فرزند حتما باید اون ریز نیز بپذیره اشتباه خودش رو، چرا که شما رو دوباره با خودش به اشتباهات نبره. قرار نیستش که اون جایگاه اشتباه بیسته و شما همچون وسیله تو دستان او برای آزار باشید. هرگز، خداوند بخشش رو به ما داده تا سلامتی رو به دست بیاریم. قرار نیست ما ببخشیم و مدام در شکنجه و عذاب و رنج باشیم. از این رو هست خب، وقتی که اقوام نزدیک هستن. نه که خیلی سلن.
سخت دلشون. اصلا بعضی هستن، من خودم رابطه دارم به خدا قسم، یه خانواده عروسی هستن با خانواده شوهرش، اصلا نمیدونی حدود 23 ساله با اینا رابطه داره، اصلا میگه من کشتم خودم رو بتونم دل اینا رو به دست بیارم، اصلا نتونستم. بعد رفته پیش دکتر روانکاو، روانکاو گفته بهش که شما مهرطلبی، ولشون کنی، اینا لیاقت ندارن که اینقدر بهشون محبت بکنی، شما خودت مشکل داری که اینقدر میخوای دل اونا رو به دست بیاری. آدم چیکار کنه؟ از این طرف میشینه کانالای مسیحیت رو گوش میده، میگن بخشش داشته باش، و از طرفی میره دکتر روانکاو در اثر اعصاب به هم ریختش و مشکلاتی که اون خانواده براش به وجود آوردن، بعد دکتر میگه شما مهرطلب هستی، دست برده، خودت مقصری، خودت نباید مثلا زورکی به اونا محبت کنی. خودم بالاخره این وسط چیکار کنه؟ الان من میگم این وسط بهترین کاری که کلام خداوند نیز به ما پیشنهاد میده این هست که در حضور خدا تراپی بشیم. خدا رو شکر برای پزشکان روانشناس ما و خدا رو شکر برای تمام پزشکان. این رو بدونیم که کلام خداوند هرگز در مقابل هیچ روانشناسی و روانشناسان نمیسته. کلام خدا در مقابل علم نیستاده. اما عزیز من، کلام خدا ما رو تعلیم میده که در حضور خدا تراپی بشیم، در حضور خدا شسته بشیم. وقتی میریم در حضور خداوند، این روح مقدس خداوند از ما رو تراپی میکنه، نسبت به زخم ها و دردهامون، و به ما این حکمت رو میده که ما چگونه عمل کنیم، و حتی نیز به ما میآموزه تا چه مقداری نزدیک بشیم کسانی که باعث رنج ما هستن. و نیز خداوند نیز با محبتش، همان گونه که کلام خداوند نیز اعلام میکنه و هفته گذشته نیز خوندیم که محبت از مرگ زورآورتر هستش، باید با ایمان بپذیریم که خدا میخواد و میتونه. و شما که دل خوبی دارید و شما که به خدا ایمان داری، خداوند میخواد که اون عشق و محبت و حکمتش نیز بر قلب شما و افکار شما تسلط داشته باشه و شما غالب بشید بر بدیها. و خدا این کار رو میتونه بکنه. فرق بین ما و دیگرانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان ندارن و مدام سخن از منطق میگن همین هستش، چرا که اونها میخوان با منطق برن جلو، به جای اینکه انسان توبه کنه بهش میگن که تو محکوم هستی به مهرطلبی، تو محکوم هستی، خانوادت محکوم هستش، و اجازه رهایی رو به انسان نمیده. ولی کلام خداوند میگه در حضور خدا بیایم، اول یه نگاهی به خودمون بکنیم، خود ما کجا اشتباه ایستادیم. یک ایماندار به مسیح پوست ظریفی داره، چرا که پوست او همچون پوستی میشه که از طرف روح القدس هست، دیگران رو درک میکنه. یعنی من باید بفهمم چرا همسر من اینقدر سخت هستش، حتما از درون نیز ناقصه، مشکلاتی داره. درون وجود اون شخص رو میبینه، شاید شکل فیزیکیش دو تا دست سالم داره، دو تا پای سالم داره، چشمان سالم و گوش سالم داره، اما از درون نیز متاسفانه چه بسا معلوله. یک شخص معلول رو باید دستگیری کرد، باید محبت کرد، و روح القدس ما رو در این قسمت محبت میکنه و کمکمون میکنه تا بتونیم دیگران رو درک کنیم و در اون مسیر شفا هم برای دیگران ایجاد بشه و هم نیز برای ما ایجاد بشه. برهان درست، خواهش من، چون که آدم که نمیتونه خودش فریب بده، که بی خودی مثلا به یکی محبت کنه به ظاهر باشه، ولی درونن خودش میدونه که بالاخره خودش با اون طرف مشکل داره. درست. بی خودی علیک محبت ظاهری بکنه، خدا نمیپسنده این مسئله رو. درسته. فقط خواهر نرگس عزیز، میدونم موضوعتون رو شاید هنوزم سوالی داشته باشید، اگر مشروط بر این که فکر میکنید من میتونم کمکتون کنم در این رابطه، خوشحال میشم تماس بگیرید با استودیو و از این عزیزان بخواید که یه وقتی رو به شما بدن، با من تماس بگید، من با شما وقت میذارم در این رابطه بیشتر صحبت میکنم. حالا میتونم ازتون کنم؟ فقط خیلی سریع، چون خطوط همه پر هست. من بله. سریع میگم. یه دوستی دارم، این از بچگی زخم خورده، خیلی اصلا مشکلات داشته، مثلا مادر پدرش یه راههای خرابی افتادن. سر همین موضوع همین فک و فامیلا، خانواده، دوست آشنه، چون مسئلهشو میدونستن، سر این بدبخت خالی میکنن. یعنی دیگه اصلا الان جوری شده که یه حالت افسردگی پیدا کرده، اصلا با هیچکی رابطه نداره. من یه وقتی خیلی دلم براش میسوزه، میگم تو چرا اینجوری هستی؟ میگه خب من از بس که از اینا زخم و صدمه دیدم، از بالا مثلا خانواده، مثلا خودم، خانواده و طرف، بعد میگه که روی این حساب من دیگه اصلا از همه کشیدم کنار، ولی خب اصلا اون طرف هم مرده رفته، میگه من اصلا بخشیده باشمش
دیگه الان فایده نداره. من زخمو ازشون خوردم. واقعا این چه جوری مثلا میتونه بله اجازه بدید اگر بله اگر ایشون موافق هستن با من صحبت کنن لطفاً یه هماهنگی کنید. من با ایشون وقت میذارم، باهاشون صحبت میکنم. این رو بدونیم شخصی که شما من میگید مثل کسی هستش که میگید تصادف کرده، یه کامیون از روش رد شده، درب و داغون هستش. حالا من اینو چیکار کنم؟ من میگم بیمارستان ببرش برای اینکه به سلامتیش برسه. اون شخص رو رها نکنید. پس این شخص باید نیز در حضور خداوند شفاشو بگیره، آرامشش رو بگیره، در روح خداوند تراپی بشه. لطف کنید با من تماس بگیرید. اگر ایشون موافق باشن من در خدمت ایشون هستم، باشون وقت خواهم گذاشت. بله متشکرم. خواهش میکنم. فیض خدا باشه. خواهش میکنم. خواهش میکنم. تلفن بعدی رو داریم لطفا. بله سلطان جان رو داریم. بله. از ایران که شهادت دارن. بله بله. درود بر شما خواهرم. درود بر شما. ممنون که تا الان وقت گذاشتید که در خدمتتون باشیم. بله بفهم زمان خشم. طولانی. بفهم صدای ما رو دارید؟ آیا صدای ما رو دارید؟ خواهر ما؟ صداشون سلطان جان بودن از ایران. بله. گفتن در جواب دعاشون رو گرفتن و میخواستن شهادت بدن. لطف کنید دوباره ما تماس بگیرید سلطان عزیز تا بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم و شهادت شما رو نیز بینندگان بشنون، چرا که امید و قوت تازه‌ای خواهد بود. آمین. خواهش می‌کنم بفرمایید. و حمید جان رو داریم از آلمان. بله. درود بر شما برادر عزیز. درود بر شما. بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم. سلام خسته نباشید. خیلی ممنون حمید عزیزم. بفرمایید. خوب هستین که جزاتون. من حمید هستم از آلمان. به همکارتون سلام عرض می‌کنم. لطف کنید. ببخشید برنامه‌تون لایو داره پخش میشه. بله. آم ببخش من نمی‌دونستم. عزیزی. بیرون زنگ می‌زنم. خواهش می‌کنم در خدمتتون هستم. کجاتون؟ من از خدمتتون داشتم. من می‌خواستم باتون مشورت کنم، همین که یه دعا برام بکنید. حتماً عزیزم. من چند وقت پیشم خدمت تماس گرفتم، راجع به زندگیم گفتم که چقدر مشکلات دارم و تقریباً 4 سالی که ایماندار شدم و خدا رو شکر. خیلی ممنون. و با اینکه خیلی تنها هستم و یعنی میدونید از منتظران خداوند هستم و من الان در حدود 4 ساله که خب دختران زیادی توی مثلا میبینم چیز میشه، ولی نه موقعیت کاریشو دارم نه اون کسی که خدا بارم در نظر گرفته حس میکنم باشه و از نظر کاری هم هنوز کارم درست نشده. میدونید من قبلا خدمتون گفته بودم چند ماه پیش یه بار گفتم یه رویایی داشتم و خداوند به من گفتش که به زودی اون چیزها رو دریافت خواهی کرد، همون رویایی که من بهت دادم، کار و زندگی و زن و اینا. الان تقریبا یه 6 ماهی گذشته و من چند وقت پیش رفتم کلیسای خودم، بعد نمیدونم انگار که روح القدس من هدایت کرد. عرض به خدمتون که یه شخصی رو باشون آشنا شدم ازشون، بعد چند روز من داشتم یکی برنامه شما رو میدیدم. خواهش من میاد. بله همین جان بفهم. خواهش کنم. خواهش کنم. داشتم برنامه شما یکی برنامه خوب شما ها رو میدیدم. خواهش کنم. شما عزیزان و گفتین که اگه ببینین که درد زندگیت ناراحتی مشکلات اینا هست، این از خدا نیست و شاید به فکر مثلا خودکشی هم باشی انقدر مشکلات و درد و اینا هست. بعد من از اون دوست خواستم که گفت بگیرین اون دوستی که دارین ایماندار بیاد تو خونتون واسه تون دعا کنه. و من تو این چند ساله خیلی اسم کردم که حالا شاید به خاطر ایماندار شده من بوده، ولی به خیلی کسایی که خواستن مثلا رابطه نامشروع برقرار کنن، حالا زن، حالا چون من تو اروپا زندگی میکنیم مسائل هست، من بهشون نگفتم و نخواستم که از این مسائل داشته باشم زندگی. بعد اینا اومدن تو زندگی منو، این دوست اومد تو زندگی من واسم دعا کرد که هرچی از غیر از مسیح از بین بره، یعنی اگه نفرید نید جادوی چیزی باشه مثلا تلس نمیدونم برحال. فقط خیلی سریعتر همه جان که وقتمون خیلی کمه متاسفانه، عذر میخوام ازتون. من بعداً در خدمتتون هستم اگه تماس بگیرید. بله بفرمایید. خواهش می‌کنم. چش فقط ایشون اومد و مثلا دعا کرد. من 20 ساعت بعد یه رویایی دیدم که توی یک سلولی بودم و دیدم اون سلول درش شکسته شد و اومدم بیرون از اون سلول و دیدم که آزاد شدم. آیا خواستم ازتون بپرسم که این با اینکه ما ایماندار هستیم
این کسایی میتونم به علیه ما کارای این جور کارا رو هم بکنن، چون من دیدم خودم که من آزاد شدم، انگار که منو بسته بودن، منو به جدم کاری کرده بودن. خدا رو شکر. اگه اشکال نداره است تلویزیون گوش کنید، ممنون میشم. خدا رو شکر برای وجودت، برای غیرتت حمید عزیزم که به زندگیت اینقدر اهمیت میدی. اما بدونیم ما انسان هستیم و همون که کلام خداوند نیز اعلام میکنه وسوسه همیشه وجود داره و این نیستش که ما بگیم وسوسه از ما دور خواهد شد، و این رو مسیح نیز اعلام میکنه و کلام خدا میگه بر روی زمین جنگ ما جنگ روحانی هستش. پس روح القدس به ما داده شده تا ما بتونیم لحظه به لحظه زندگی خودمون رو کنترل کنیم، تحت کنترل روح القدس باشیم و دنبال بهانه هم نباشیم. این هوشیاری رو باید داشته باشیم که حمید عزیزم چه شما و چه مجرد دیگه وقتی که تصور بر این میکنیم که جنس مخالفی در تنهایی با ما نیز قرار میگیره و من به وسوسه میام، اون شرایط رو ایجاد نکنم. این رو باید بدونم که اگر من روزه هستم، در ایامی هست که من دارم روزه میگیرم، خب چرا من که روزه هستم و بدون اینکه در یک رستوران لازم باشه کار کنم همش برم در مقابل اون رستوران قدم بزنم؟ خب مسلما معده من همش اسید تولید میکنه و من رو آزار میده. پس این هوشیاری رو ما باید داشته باشیم که با حکمت عمل کنیم نسبت به نگاهامون، شنیدنیهامون، سخنانمون، جاهایی که میریم، تا خوب کنترل کنیم خودمون رو. و همون گونه که میدونید یک انسان پیروز و موفقی هستش که بتونه خودش رو خوب کنترل کنه. اما امروز روح القدس بر ما هست و کلام خداوند نیز در کنار ما تا ما بتونیم زندگی پاکی رو نیز داشته باشیم. اما اینکه فرمودید رویایی رو دیدید، خب خیلی از رویا هستش برای خود شخص هستش. اگر برای شما این گونه باز شده که احساس میکنید آزاد شدید از این چیز بدی نیست، این چیز مثبت و خوبی هستش که ما ایمان بیاریم به اینکه ما از یک وسوسه آزاد شدیم. پس خودتون رو تقویت کنید در روح. و حتما برای ازدواج من خواهش میکنم با شعبانتون مشورت کنید، یا اگر کسی دیگه ای هست ازدواج رو خیلی ساده نگیرن. به طور خاص جوانان تصور بر این میکنن، هم که احساس میکنن که دوست دارن ازدواج کنن، ازدواج میکنن و سنتی رفتار میکنن. برای ازدواج باید تحقیق کنیم، نه نسبت به همسرمون، اول نسبت به خودم که من کی هستم، من چی میخوام. و کتاب بخونیم، مطالعه کنیم. الان خدا رو شکر کلاس هایی هستش، این کلاس ها رو بردیم، حتی روی اینترنت من میبینم که گاهی امور خیلی زیبایی رو مینویسن نسبت به اینکه انسان شخصیت خودش رو بشناسه و نیز در حضور خدا ببریم و دست خداوند بخوایم که خداوند ما رو حمایت کنه. و این رو بگم، حتما واعظین دیگه نیز گفتن که این برای نیستش که حالا خدا بگه که تو باید ازدواج کنی با این اسم، با این رنگ مو، با این رنگ پوست. کلام خدا میگه تو بهتره با یک ایماندار ازدواج کنی، چرا که خودت تو مشکلات و سختی ها خواهی انداخت. همان گونه که بهتر هست تو با یک شخصی که هم فکر تو هست نیز شراکت داشته باشی، چرا که در آینده آسیب خواهی خورد. و این یک حقیقت هست. امروز نیز حتی کانسلرهای خانواده و ازدواج نیز این رو میگن که دوتا باور مختلف نیز به مشکل خواهن خورد. پس این ضرورت زندگی ما هست، کلام که به ما میگه. بنابراین عزیزان بدونیم که ما باید بهانه نگیریم به عنوان اینکه یک شرایطی پیش اومد، حالا با این بهانه من این گناه رو میکنم. هرگز اجازه به خودمون ندیم، بلکه وفادارانه به مسیح، وفادارانه به کلام خداوند و در راستی نیز زندگی کنیم. اما حمید جان، من در خدمت شما هستم تا بیشتر در این رابطه با هم صحبت کنیم. تلفنی هستش؟ بله سلطان جان، دوباره روی خط بله. هستن. درود بر شما عزیزم. درود بر شما، بفرمایید در خدمتتون هستیم. بفهم خواهش کنم. دارید شما صداشون رو؟ خیلی ممنون. وقت شما هم بخیر. بفرمایید. خیلی ممنون. مرسی از محبتتون. مرسی که میاد روی خط. جانم. بله بله بفهم. بله بله. خدا رو شکر. برای مسیح. ایمانمون به مسیح باشه برادر عزیزم. خدا رو شکر برای مسیح. خدا رو شکر برای مسیح. قسم میرم به عیسی مسیح، هر کی مریضه بخشیده. آمین آمین. به کلامم به تو خیلی ایمان دارم. لطفه ایمانم به مسیح باشه. البته
نه البته داشتم من به قول که ملغ رو نزنن بله من خط بزنید زباد من خط بزنید زباد یعنی دوم هر سی باشید برادره یادم دیرش میزد ساله نیست درست اون حالتی که من به شما گفتن شما دعا کردی بله کلیلت دوستان تقریبت کرده رستن بله خدا رو شد خدا رو صد هزار چه مهم آرزمون رسیدی خدا رو شد پس الان از کما در اومده هللویا خدا رو شد خدا رو شکر شما واسه شما دل پاک داری خدا رو شکر برای مسیح خدا هر کی میخواد بده خیلی ممنون مرسی ما سلامت شما عزیزان رو ما چشم شما لازم خدا شما لازم خیلی ممنون محبتتون مرسی خواهش مرسی مرسی از تماستون از خداوند میخوام که قوت خدا با شما باشه من بیشتر در وقت رو نمیگیرم عزیز خواهش میکنم شما خدا هر کی میخواد بهتون بده آرزو موفقیت میکنم براتون خیلی ممنون برادر عزیزم همچنین شما امر باشه به جای دارم خواهش کنم عرضی نیستش خیلی ممنون خوشحالمون کردی از شهادتی که دارید دعا میکنم که پیوسته پیروزی ها در مسیح داشته باشید نه خواهش کنم لطف کردی خدا شکر برای مسیح خدا شکر برای این مسئله خواهش کنم عرضی نیستش فیض خدا باشه خواهش میکنم عزیزی خدا حافظ مرسی مرسی فیض خداوند باشه خدا شکر کلام خداوند نیز اعلام میکنه ما اعلام میکنیم هیچ نیکویی در ما نیستش آنچه که هست از مسیح هست نام مسیح شفا میده به قول واعظی میگفت ما یه مورچه هم نمیتونیم پاشو خوب کنیم پس عزیزان بدونیم که کار مسیح هست که شفا دهنده است تلفنی نداشتیم دیگه نه آبا خب پس اگر موافق هستیم با هم دیگه بریم کلیپی ببینیم سراسر آنچه را که به عنوان در اصل ما موضوعاتی که بود مسئله بخشش بود حتی مسئله شفا هستش همه اینها این رو بدونیم که در محور محبت میگرده اگر محبت باشه عمل خواهد کرد در غیر این صورت نه قدر همدیگر رو بدونیم عشق ورزی کنیم از محبت خدا پر بشیم تا بتونیم جهان رو در محبت نگه داریم شاعر میگه بیا گل شدن را رعایت کنیم ز پروانه ماندن حمایت کنیم اگر باد غم شاخه ای را شکست ز دست هجومش شکایت کنیم بریم با هم کلیپی رو ببینیم که متاسفانه کلیپی هستش که درش بی محبتی هست اما این رو یاد نگیریم یاد بگیریم عشق ورزی کنیم و محبت کنیم و نام خدا رو جلال بدیم آمین ای زاهد خام از خدا دوری تو ما با تو چه گوییم که معذوری تو تو طاعت حق کنی به امید بهشت رو رو تو نه عاشقی که مزدوری تو متاسفیم که شاهد بر چنین کلیپ هایی هستیم تازه اینا کلیپ هایی هستش که عزیزان فیلم برداری شده چه چیزهایی در طول 1400 سال فیلم برداری نشده عزیزان و چه آسیب هایی که ملت ما، مردم ما خوردن با خشم، با غضب اینها چیزهایی هستش که باید در نام عیسی مسیح نیز قبل از اینکه به سال جدید برسیم در هر شخصیتی هستیم
چه به عنوان معلم هستیم، چه به عنوان شخص روحانی هستیم، چه به عنوان هنرمند هستیم، چه به عنوان یک سیاست مدار هستیم، این خشم و غضب رو دور بریزیم. عزیزان، عصبانیت، خشم، تلخی‌ها دیوار دفاعی انسان میشه بعد از گذشت زمان‌ها و این عادت انسان میشه. این حتی نمیتونیم ما بگیم که اخلاق من هست، خصوصیات من هست. خیر، خصوصیات اخلاق تو این نبود که خدا بهت داد. خدا عشق رو به تو داد، خدا محبت رو به تو داد. کجا ایستادیم؟ اگر میبینیم در جایگاهی هستیم که درش خشم هست، درش غضب هست، درش تلخی هست، بهترین فرصت این هست قبل از اینکه به سال جدید برسیم اون رو نیز خاک کنیم. کلام خداوند مدام ما رو نیز تشویق میکنه که دوری کنیم از هر خشمی. در کلوسیان 3:21 نیز میخونیم که اعلام میکنه ای پدران فرزندان خود را خشمگین مسازید، مبادا شکست دل شوند. چرا شکست دل شوند؟ چون که وقتی شکست دل میشن، آنها نیز افسردگی میشن، آنها نیز دیپرشن میگیرن، آنها نیز در سنین بالا نیز آنچرا که تو انجام دادی شاید چه بسا بدتر انجام بدن. من شخص عزیز رو میشناسم که یکی از عزیزان من هستش. ایشون تعریف میکرد، میگفت در دوران کودکی وقتی پدرشون رو میبرد به مسجد برای گذروندن دوران آموزشی و درس بخونه، یک روز بچه محلا بهش میگن چرا تو مدرسه نمیای درس بخونی؟ مدرسه که خیلی بهتر هستش. و این شخص نیز میاد به صحبتی که با بچه ها میکنه تشویق میشه و میره مدرسه. بعد از گذشت 2-3 روز آخوند مسجد نیز میاد به پدر این دوست عزیز من، کسی که به من نزدیک هست، میاد میگه که پسر تو فاسد شده و رفته مدرسه دولتی، مدرسه شاهنشاهی داره درس میخونه. و اون پدر میاد فقط همین که پسرشو میبینه از مدرسه میاد، محکم یک سیلی توی گوشش میزنه. الان مدت 7-8 ماه هست که من شنیدم، درست سن بالایی دارن اما شنوایی گوششو از دست داده. و سالها سر همین موضوع نیست اذیت شده. عزیزان، کجا ایستادی؟ معلمین ما چه کسایی هستن؟ چرا اجازه میدیم با خشم، با غضب، با غم به فرزندانمون و نیز به شاگردانمون، به همکارانمون، اونها رو از نظر روح و روان بیازاریم و آزارشون بدیم و یک جامعه رو نیز متاسفانه مریض کنیم؟ چقدر بیشتر این شخصی که به عنوان یک شخص روحانی حالا آخوند هستش، متاسفانه میبینیم این گونه برخورد میکنه. این شخص نیز باید خودش شفا بگیره. این هنیز همون شخصی هستش که چه بسا میگه من مسیح رو میشناسم، مسیح پیغمبر من هستش، مسیح معجزات کرده، ولی مسیح به این شخص نیز نمیخوام داوری کنم، هاشا، به این شخص و شخصیت های دیگه که در این لباس آخوندی و روحانی هستن، در جایگاه های تدریس هستن، دارن درس میدن، دارن درس میگیرند، نیز داره میگه اما نمیدونی تا تولد دوباره ای شخص روحانی، ای آخوند، متولد نشی دوباره، نیز تو به ملکوت خدا نمیرسی. این که تو میدونی مسیح پیغمبر هست، این که میدونی معجزات کرده، مشکل تو رو حل نمیکنه. زمانی مشکل تو ای شخص روحانی حل خواهد شد که از روح خدا پر بشی و اعلام کنی مسیح خداست، مسیح نجات دهنده است، و اون زمان اعمال و رفتار تو عوض خواهد شد و نه به عنوان یک شخص دولتمند آزار به مملکت و مردمی خواهی رسوند و نه به عنوان یک معلم به شاگردان آزار خواهی رسوند و نه تعلیمی میدی که پدری سیلی بر گوش پسری بزنه که شنواییش رو از دست بده. و متاسفانه در طول 1400 سال تاریخ مملکت ما اسیر این مشکلات بوده. و بیایم امسال نیز قبل از اینکه سال جدید بیایم خودمون رو فارغ کنیم از این کینه ها، از این درد ها، از این غم ها، از این جهالت ها، از این خوشخیالی ها، و بدونیم این خداست که میتونه مملکت ما رو آزاد کنه. این خدای حقیقی هست که با محبتش میتونه آنچه که نیکوست رو به ما بده. و در افسوسیان 4:31 نیز میخونیم، اعلام میکنه هر نوع تلخی، خشم، غضب و نیز درشت خویی و ناسزاگویی و نفرت را از خود دور کنیم. و زمانی ما میتونیم این گونه عمل کنیم که از محبت روح القدس نیز پا
تشکر بشیم. ما 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم، گویا تلفونایی داریم. فقط خیلی سریع خواهش میکنم اگر براتون مقدور هست زیر 1 دقیقه، عذر میخوام از اینکه زمان میدم، با ما صحبت کنید. بفهم خواهش میکنم. الو بفهم. درود بر شما خواهرم. درود بر شما، خیلی وقتمون کم هستش. بفهم خواهش میکنم. سلام به برادرستی و خواهر عزیزم. من خیلی ممنون. دخترم باردار بود. بله. دخترم میره بیمارستان. هول شدم، نظرت میخوام. خواهش میکنم جانم، ببخش. دخترم باردار بود، میره بچه رو سخت کنه دکتر. بعد شوهرم دور خواب میبینه که این پرچشه. بیدار که از خواب شد، من الان خواب دیدم، خواب زور که ما مسلمان ها میگیم قبول نداریم. الان تو خواب دیدم عیسی مسیح بچه اوور تو برکه‌ای دارم، تو برکه آب بازی میکنم. عیسی مسیح بچه رو اوور انداخت تو بغل من، گفت این فرستاده خداست. هللویا. خدا سرشاری. یعنی الان من در دور دارم این صحبت ها رو میکنم. بچه میگو همچین من رو صرف گرفته بود، هر کار میکردم این بچه از من جدا بشه جدا نمیشد. عیسی مسیح رو با یارانش بود، این بچه رو هر کاری کرده جدا بشه نشده. گفته این بچه روزیداری از طرف خدا اومده. بله. گفت بچه برکتداری، بچه روزه واقعا همینجوره. من سری خودم رسوندم بیمارستان، دکتر بچه رو به دخترم گفتم بابات چنین خوابی دیده. سری بلند شد سرم زرف رو خدا سرشاده حق و افتادم رو خونیزی، ولی به خاص خدایم بیزاری مزید. بچه الان 6 سال سلام داره تو حیات بازی. جانم یعنی واقعا من ایمان دار شدم. خدا رو شد، مرسی، خیلی ممنون، مرسی. مرسی به من این بچه رو داده. اسمتم گذاشتم شایان جانم. به نام نامی همون خدا عیسی مسیح شاهد دنیا. آمین. خدا شما برکت داد. مرسی، مرسی. با پوزش از اینکه وقتمون کم هست، عذر می‌خوام، نمی‌ذارم شما هم صحبت بکنید. عزیزان، وقت ما بسیار زیر 1 دقیقه وقت داریم. همون گونه که کلام خداوند در یوئیل 2:28 و 29 نیز اعلام می‌کنه، در روزهای آخر نیز روح خود را خواهم ریخت تا دختران و پسران خواب‌ها و رؤیاها ببینند. این فصل، فصل رؤیا دیدن نیز از طرف خدا هستش. نجات خدا مهیا هست. ممنون تا این وقت با ما بودید. از خداوند میخوام که فیض و رحمت خداوند نیز پیوسته با شما عزیزان باشن. بفرمایید شما هم اگر موضوعی هست. خیلی من هم خواستم بگم خواهر و برادر عزیزم، اگه شما هنوز عیسی مسیح رو به قلب خودتون راه ندادین، بهترین زمان الانه. خدا آمین. با شماست، فقط در قلبتون رو به روی عیسی مسیح باز کنید. آمین. در دستای خدا باشید. با شما باشه. آمین. تا برنامه دیگه.